خدا رو شکر. خانواده ها خوب بودن؟ باز هم خدا رو شاکریم که یک روز دیگه هم در کنار هم هستیم و میخواییم با هم بحث و درسی داشته باشیم. و امروز از روزهای قبل کردم متفاوت تر هست. میخواییم سر یک سری نکته های دیگه هم در کنار درسمون صحبت بکنیم. خب با یکی از آیات قرآن شروع میکنیم به درسمون و بحث و گفتگویمون رو شروع میکنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خب دوستا یک سؤالی که از شما داشته باشیم و همگی خیلی خوب دقیق فکر بکنن، ویژگی های یک دختر خوب به نظر شما چی ویژگی ها هست؟ یک دختر خوب، یک دختری که نمونه باشه. خب چند نفر میخوای پاسخ بده؟ یک نفر، دو نفر. خب خانم اکبر شما بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. یک دختر نمونه باید سخت کور باشه. هر کسی یا هر دختری که به یک جایی رسیده او کدام استعداد یا توانایی ویژه‌ای نداشته، فقط با سخت کوشی به برنامه خودش رسیده. و همچنان یک دختر نمونه باید مثبت اندیش باشه و از فکرهای منفی به دور باشه و همچنان عزت نفس داشته باشه و احساس ارزشمندی داشته باشه. خیلی عالی، خیلی خوب. خب دیگه که میخوای زیادش بکنه، حالا دیگه کسی از دوستان میخواین در کنار گفته های خانم اکبری؟ خب خانم موسوی شما بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. یک دختر نمونه کسی میباشه که اولین اخلاق خوب داشته باشه، دوم وقتی یک تصمیم میره میگیره عمل به آن داشته باشه. آفرین، خیلی عالی. خب در کنارش کسی از دوستان میخواد اضافه بکنه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. قسمی که همسنفی عزیزمان گفتن که یک دختر نمونه چی ویژگی هایی داشته باشن که گفتن اخلاق داشته باشن، تصمیم هایی که میگیرن محکم، یعنی به تصمیم هایشان عمل کنن و سخت کوش باشن، اینا در پهلوش من اضافه میکنم که وقتی یک دختر نمونه میخواد یک هدفی داره و میخواد به یک جایی برسه، یکی از دلایل موفقیتش این میباشه ثابت قدمی در همان هدفی که داره. مثلا هر مشکلاتی که پیش میایه باید ثابت قدم در هدفش باشه، این از هدفش منصرف نشه. خیلی عالی، همگیتون صحبت ها و نکته هایی که گفتین خیلی نکته های خوبی رو اشاره کردین و ما هم چیزهای جدیدتر آموختیم. خب یک بار جنبندی بکنیم که دوستا چی گفتن. اولی که خانم اکبری گفتن که بر علاوه ای که یک خانم خوب بر علاوه ویژگی های دیگه یک داره باید مثبت اندیش باشه، خیلی نکته خوبی رو اشاره کردن. مثلا خانم موسوی گفتن که باید اخلاق خوب داشته باشن، خانم حیدری اضافه کردن که باید ثابت قدم باشه. خب در کنار این صحبت هایی که شماها داشتین یا ماها با هم گفتگو کردیم و شنیدیم، یک صحبت دیگه، یک نکته دیگه رو میخوام اضافه بکنم. این است که ما میخوایم برای شما امروز یک سری ویژگی هایی را در کنار که ویژگی هایی که دوستایتون گفتن یادآوری بکنیم و همچنان امروز میخوایم که یک الگوی خیلی کامل و جامع را برای زندگی خودمون معرفی بکنیم و برای زندگی خودمون انتخاب بکنیم. خب بیایم شروع بکنیم درس خودمون را. در کنار اینا میخوایم اضافه بکنیم، خب همینطوری که بقیه گفتن اخلاق خوب داشته باشین. خب ما میخوایم که یک الگویی را در زندگی خودمان داشته باشیم، یک کسی را داشته باشیم که دارای همه ویژگی ها باشه، هم سخت کوش باشه. شاید مثلا هر کدام تون ویژگی های خاصی خودتان داشته باشه. مثلا یکی از دوستاتون از خوب سخت کوش هست، یکشان خوب است مثبت اندیش هستن، یکشان اخلاق خوب داره. خب ما میخوایم اینا رو جمع بکنیم، در زندگی یک نفر معرفی بکنیم و او زندگی او را دنبال بکنیم در زندگی خودمان. با اجازه استاد یک سوال داشتم. همه ویژگی های یک دختر نمونه رو که ذکر کردیم، همه همسنفی های ما شما استاد بزرگوار که گفتین، همه اینها رو کی داره مثلا از نگاه اسلام مورد قبول بشه؟ دختر نمونه از نظر اسلام ما میخواییم یک کسی رو معرفی بکنیم که از امون آوان کودکی و آوان طفولیت برای من درس داشته باشه تا شهادتشان رو، یا بگم تا وفاتشان رو. خب میخواییم که کسی را معرفی بکنیم. اینجا اگر بخوایم حضرت معصومه سلام الله علیها را به عنوان یک خانم ایدهال در نظر داشته باشیم، اول باید بفهمیم که نام پدرشان چیست. خب نام پدرشان چیست؟ امام موسی کاظم. بله، امام موسی کاظم علیه السلام. نام مادر بزرگوارشان؟ نجمه. حضرت نجمه خاتون. خب خیلی عالی.
خب برادرشون کسی شناختی داره که چند برادر بودن و برادرشون چند برادر و خواهر بودن و برادرشون کی بودن؟ یکی از برادرشون امام رضا علیه. بله. یکی از برادرایشان که حضرت امام رضا علیه السلام امام هشتم محسن میدونن حضرت فاطمه معصومه و امام رضا علیه السلام اینا برادر تنی بودن. خب مثلا برادر بودن که از یک پدر و مادر بودن. خب بخوایم درباره بشارت های ولادتشان میدونین چی است؟ سالها قبل از ولادت حضرت فاطمه معصومه امام صادق علیه السلام کسی بود که خدمات خیلی خیلی زیاد و ارزشمند را در راستای علم‌آموزی یا بگیم علم یا دیهی علم چکار کرد، اسلام زحمت کشید و خیلی خدمات زیادی را انجام دادن. خب اونا بشارت دادن گفتن که برای خدا حرمی هست. به نظرتان حرم خدا کجا هست؟ بله مکه یا همون کعبه. خب برای رسول خدا حرمی از کجا هست؟ حرم بله مدینه هست. این همون مرقد شریف آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مدینه منوره هست. خب برای آقا امیرالمومنین علی علیه السلام حرمی هست. حرمشان کجا هست؟ کجا هست؟ بله کوفه هست. خب میگن که برای ما هم حرمی هست. اونجا حرمی که برای ما هست قم هست. درست است؟ اینجا ویژگی، این واقعا ویژگی خیلی خیلی بارز و خیلی ظریفی رو میگه. میگه هر کس که حضرت معصومه را در قم زیارت بکنه بهشت برایش واجب است. پس وقتی که این بشارت قبل از تولد حضرت بوده، خب بیاین وارد زندگیشان شویم که چی ویژگی ها داشته که اصلا این بشارت را امام صادق علیه السلام دربارشان داشتن. خب یکی از چیزهایی که حضرت فاطمه معصومه داشتن دفاع از ولایت بودن. این هجرت کردن از مسیری که به سوی امام خودشان. اینی در واقع بگم که وقتی که میگن شخصی که بهشت بر او واجب هست، بیایم ببینیم چی ویژگی داره. اولین ویژگیشان اینه که ولایت مدار بودن. چی بودن خواهرا؟ ولایت مدار. خب ولایت مدار یعنی چی که میتونه توضیح بده؟ خب ولایت مدار به غیر از خانم هایداری؟ ولایت مدار بودن. خب ولایت مداری یعنی چی؟ یعنی که پا در جا پای امام زمان خودش میگذاشتن. اینه در واقع بگم که کسی بودن که موتی حرف امام زمان خودش بوده. پس این ویژگی انسان را میتونه به کجا برسانه؟ میتونه انسان را عزیز بکنه، میتونه انسان را به کرامت برسانه. همونطور که یکی از صفات حضرت فاطمه معصومه چی است؟ کریم اهل بیت است یا کریمه اهل بیت است. پس یکی از ویژگی هایشان که همین ولایت مداری باشه، پا در جا پای امام زمان خودشان گذاشتن، این میتونه چیکار کنه؟ بهشت را بر کسی که بخواد ظاهرش باشه واجب میکنه. پس خیلی خیلی ویژگی بارزی است. بر علاوه ویژگی هایی که مثلا شما ها گفتین، یک دختر نمونه باید داشته باشه، این که خوش خلق باشه، این که بانوی نمونه باشه، این که عفاف و حجاب خودش حفظ بکنه، باید چیکار کنه؟ باید ولایت مدار هم باشه. اینی که حیا و عفت داشته باشه، این که خودش اینی چشم خودش پاک نگه داره، خب بر علاوه از اینا هم باید چیکار کنه؟ ولایت مدار باشه. این نکته ولایت مداری خیلی نکته خیلی ویژگی بارزی هست که در زندگی فاطمه معصومه بوده. خب وقتی که آدم در یک جایی میخواد، در یک مسیری میخواد حرکت بکنه، قطعاً چی داره؟ چی داره بگن؟ در یک مسیری که در حال حرکت هستیم چی داره؟ رنج، مشقت داره. وقتی میخوایم ما به یک هدف برسیم، خب او هدفمون همینطوری همیشه هموار نیست برامون. مشقت ها هست، رنج ها هست. خب حالا حضرت فاطمه معصومه وقتی که در مسیر ولایت قدم گذاشتن و حرکت کردن، میدونن دوستا خیلی رنج ها و مشقت های را چیکار کردن؟ متحمل شدن. این خیلی رنج ها برایشان وارد شد. همینطوری که داشتن حرکت کردن به شهر ساوه، وقتی که رسیدن به شهر ساوه، ماموران حکومت چیکار کردن؟ همینطوری به طرف امام رضا علیه السلام که آمده بودن میخواستن بیاین، ماموران حکومتی چیکار کردن؟ خب با اینا در جنگ را شروع کردن. اونجا کسی یادتون هست که در زمان امام رضا علیه السلام کی مامور حکومت بود؟ خب حالا به حکومت هیلگری همون بنی عباس میشه دیگه، اونا بودن. خب چیکار کردن؟ ماموران حکومتی دمیرا اینا رو گرفتن. همچون حضرت زینب کبرا چی شدن؟ مورد حمله قرار گرفتن. اینی به اینا حمله کردن، همون ماموران حکومتی. میدونن حتی حضرت فاطمه معصومه صلی الله علیه ما زخمی شدن. همینجا بود که به سبب همین حالا بگم شهادت دوستان و برادران و برادرزادگانشان، حضرت خیلی ماتم دیده شد و همچنان مسموم کردن حضرت را. بالاخره در زمین که با هم و رنج ها و غم ها و هم های حضرت داشتن، به کجا حرکت کردن؟ به طرف خراسان حرکت کردن و آمدن کم کم رسیدن
راهی از اونجا که دیدن وقت به طرف خراسان راه خراسان را ادامه باید میدادن، دیگه راهی نداشتن، باید همین طرف مسیر خودشان چیکار میکردن، میرفتن به طرف امام خودشان که امام رضا علیه السلام بودن. بعد راهی قم شدن. خب شهر قم را کسی دربارش معلومات داره؟ بله، برای فعلا معدن علم هست در ایران، هست معدن علم هست شهر قم. یعنی اونجا جایی هست که انسان ها میدونن، همینطوری که جایی که از معارف اهل بیت گفته شده، از قرآن گفته شده، اونجا در معرض یا بگم در محضر خدا بیشتر هست. اونجا جایی هست که بیشتر و بیشتر خداوند متعال توجه میکنه. خب بعد اینو بعد از چند مدتی چیکار میکنن؟ وارد شهر قم میشن. همونجا وارد شهر قم که شدن، مردم چیکار کردن؟ به استقبال حضرت فاطمه معصومه صلوات الله علیه ما آمدن و به محضرشان رسیدن. همینطوری کم کم بود، کم کم که حضرت مریض بودن و اینا، بعد از اینکه چند روز یا 17 روزی بیشتر حالا در شهر قم بودن و بعد از اون هم چیکار کردن؟ به شهادت رسیدن. خب پس چند ویژگی ما از حضرت فاطمه معصومه صلوات الله علیه ما، بنابر اینکه روز دختر هست و ما میخوایم یک تغییر، یک تنوعی در زندگی خودمون داشته باشیم، یک الگویی داشته باشیم که بخوایم مسیر حرکت خودمون رو مشخص بکنیم، به طرف الگو حرکت بکنیم، همین فاطمه معصومه صلوات الله علیه ما درست است. پس ویژگی هایش که ما اینجا با هم گفتگو کردیم، گفتیم که قبل از ولادتشان چیکار کرده بودن؟ امام صادق علیه السلام بشارت بر اونا داده بودن که همچون کسی از فرزندان من متولد میشه. و همچنان ویژگیشان هم یکی از ویژگی های دیگه ای که داشتیم ما، حیا بود و عفت بود و عزت نفس بود. بله، میدونم دوستا چیز است عزت نفس. انسانی که عزت نفس داشته باشه در مشکلات خودش نمیبازه. بر علاوه این ویژگی ها، ما اومدیم روی ویژگی های دیگه، یک ویژگی خیلی خاصی که از بقیه خانم ها داره، حضرت فاطمه معصومه صلوات الله علیه ما روش صحبت کردیم که ولایت مداری است. میدونن خب اینجا یک نکته ای رو فکر میکنم باید اضافه بکنم، همین است که ما یکی از وظایفی که در عصر فعلی و در عصر غیبت امام زمان علیه السلام هست، ما هم بیم حرکت بکنیم. حرکتمون شاید نوع حرکتمون با حضرت فاطمه معصومه صلوات الله علیه ما فرق بکنه. ما برای شناخت امام زمان خودمون حرکت بکنیم و برای همچنان برای شناختاندن امام زمان خودمون. پس همین میشه بعد ولایت مداری. خب خیلی خوب، اگر کسی از درس سوال داره بفرمایه، از بحثی فعلی من اگر نداره بریم سراغ درس های خودمون. خب بفرمایید. استاد گفتیم که یکی از ویژگی های حضرت معصومه ولایت مدار. بله، و ما هم باید به مانند حضرت معصومه ولایت مدار باشیم. حالا که ما در عصر غیبت زندگی میکنیم، ما چه کار کنیم که یک ولایت مدار خوب باشیم؟ بله خیلی عالی. دقیقاً سوال خانم اکبری میشه که ما به عنوان یک دختر نمونه، اگر بخوایم زندگی خودمون را مثل زندگی الگوی من حضرت فاطمه معصومه صلوات الله علیه ما باشه، چگونه رسالت را انجام بدیم؟ چی وظایفی داریم دقیقاً؟ خب بر علاوه ای که آدم ایمان به خداوند متعال داشته باشه و پیامبران الهی و همچنان به ائمه معصومین صلوات الله علیه ما اعتقاد داشته باشه، خب قرآن را با تلاوت بکنه، بر علاوه ای که قرآن تلاوت بکنه و اخلاق خودش را نیکو بکنه و حیا و عفت داشته باشه در مسیر ولایت مداری، اینا همگیش یک درس است. میدونی چی است؟ مثلا وقتی ما بخوایم که مسیر ولایت مداری از اینا دور نیست، مثلا ما که به عنوان یک با اونو میخوایم در عصر فعلی ولایت مدار باشم، وظیفه ام این است که چیکار کنم؟ همون حفظ حیا بکنم، خود من حواسم به خودم باشه، عزت نفس داشته باشم در مقابل هر نکته ای، هر مثلا حالا اشتباهی که اومد نبگم، یعنی باید موارد را بشناسم. و همچنان یکی از وظایفی که خیلی خیلی وظیفه عصر فعلی ما هست که ولایت مداری خودمون را حفظ بکنیم، این است که شناخت از امام زمان علیه السلام داشته باشیم، بشناسم. یک حدیثی هم داریم، اگر گفتین او حدیث چی است؟ خب بله، خب حدیث از پیامبر می باشد که گفته من مات میتت جاهلیه، کسی که امام زمان خود در زمان آخر زمان نشناسه و بمیرد در مرگ جاهلیه. بله خیلی عالی، تشکر از خانم موسوی. حدیث از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و آله و سلم هست که میفرماین من مات و لم یعرف امام زمانی مات میتت الجاهلیه. میگه هر کسی که نشناسه او امام زمان خودشه. میدونین میگه هر کسی که نشناسه، هر کسی که نشناسه، شناختی نداشته باشه. ببین وقتی میگم شناخت، این شناخت چند چیز در بر میگیره. شناخت نامون اصف فقط نیست، درست است؟ بر علاوه شناخت ای است که همین امام زمانی که ما داریم چی ویژگی ها داره، مثلا چی کاربرد در زندگی من انسان داره، یا من شیعه داره، من یک دختر خانم داره، درست است؟
چه کاربرد داره. باید بشناسیم که امام کی است، خلیفه الهی است. همونطور که آیه از قرآن داریم که میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. بله دقیقا خانم اکبری، وظایف ما هم تقریبا مشخص است که ما به عنوان یک بانوی ولایت مدار باشیم و اطاعت از امام زمان علیه السلام داشته باشیم، شناختی از حضرت داشته باشیم. این وظایف ما بر علاوه حفظ حیا و عفاف و عفت است. خب دیگه کسی سوال داره؟ خب درس ما پس تمام شد. باز هم ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه را اولا که محضر امام زمان علیه السلام پدری هستی تبریک و تهنیت عرض میکنم، بعدم که به شما دختران فاطمی